میکنم. حالتون خوبه؟ سلامت سلامت باشید. بفرمایید. خواهش میکنم. من میخواستم بگم در رابطه با این فوت همین رفسنجانی، به نظر من با مختصاتی که از رفسنجانی داری، رژیم سوپا به اطمینانش رو از دست داده. و یکی این که بعد از این که با شناختی که داریم از موقعیت رفسنجانی، بعد از خمینی فکر میکنم این دومین نفر بعد از خمینی باشه، یعنی اهمیتش برای رژیم به اندازه خمینیه. و دیگه فکری که دارم اینه که این سم زهر اتمی فکر کنم این اولین نفرشه که این اولین نفری که اون زهر اتم خلاصه کار کرد، برای اینکه اینا بالاخره این درگیری هایی که مدت داشتن شاید قابل سکتش هم یه در همین حد هم باشه، چون تضادشون الان خیلی زیاده، همش هم به همدیگه میپریده. بله. ولی به نظر من فکر میکردم خب این همه جنایت کرده، حالا خب سکته کرده و مرده، اما یه چیزی میگیم، همیشه میگیم که نام نیکو گر بماند زادمی، به از اماند سرای زرنگار. درباره ثروته و نمیدونم موقعیت رفسنجانی اینا زیاد شنیدیم، ولی الان همه مردم میدونن که غیر از اونایی که عوامل خود رژیم هستن دو دستن در سارا، همه مردم ایران الان خوشحالن. و این همون اگر واقعا اونایی هم که به اون دنیا اعتقادی ندارن، همین تو همین جا آدم میتونه بفهمه که وقتی آدم خوب باشه، اینا بهترین موقعیت ها. یعنی انقلاب ایران طوری بود که 80% مردم پشت اینا بودن و قش خونی برای اینا گستردن، ولی اینا چون شایستگیشو نداشتن، الان فکر میکنن اکثریت مردم ایران خوشحال باشن از این. اصلاحی که یه آدم معمولی اگر بود، هیچ وقت آدم برای یه آدم معمولی که فوت میکنه خوشحال نمیشه. این نتیجه رفتار و کردار خودشونه. و اما اگر بخوام راجع به همیاری صحبت بکنم، من خیلی درباره این روزا درباره مقاومت و خلاصه سرنوشت مردم ایران با اخباری که از یک طرف از سوریه همیشه میشنیدم، با اخباری که از اینایی که تو گور میخوابیدن، واقعا اصلا نمیدونم، باور میکنیم که شب اصلا بخوابم، به خاطر اینکه ثروتی که مردم ایران دارن، ثروتی که مردم عراق دارن، ثروتی که کلا خاورمیانه، حالا هر کدومشون به نوعی دارن، اصلا نه اینکه بشریت که حتی در یک نقطه از دنیا الان یک نفر گرسنه باشه با ارتباطات، حالا تا چه برسه به مثلا کشوری مثل ایران که این همه ثروت داره، بعد وقت مثلا مردم برن تو گور بخوابن. این واقعا اصلا من فکر کنم باید این اصلا بمیرن از کسی که ادعا میکنه که توی ایران ما حکومت اسلامی، باید سر بذارن بمیرن، خجالت بکشن از اینکه دارن نفس میکشن. و این همیاری به نظر من از روزی که من همین جریان انقلاب و اینا از قبلش و بعدش اینا که من تو جریان بودم، این مقاومت همیشه پشتیبانش خود مردم بودن، نه هیچ وقت در قدرت بوده، نه جای نفت داشته، هیچی نداشته، ولی تا امروز سربلند استقلال خودش را حفظ کرده و واقعا چشم بعضی ها اصلا نمیتونه ببینه، چون بگن اینا چطوری میتونن این کولا را در بیاره. ولی باید با کسی که 120 هزار از بهترین جوانای این مملکت، از بهترین انسانای این خونشون را دادن، کول چیه برباره. و من مطمئنم که در هر شرایطی، نه تنها کسانی که از سفلشان و کسی که به آزادی معتقد باشه، حتی ایرانی هم نباشه، فقط بفهمه که آزادی یعنی چه، حتما به این مقاومت کمک میکنه. و من بکنم این 21 همیاری بالاترین و بیشترین گل زن را داشته باشه. و من از همه عزیزانی که چه در ایران هستن، چه در تمام نقاط دنیا هستن و مقاومت رو میشناسن، تا اینجایی که براشون امکان داره خلاصه در این گلدوزان شرکت کنن. از همه تون تشکر میکنم. خیلی خوشحال شدم که من وقت دادیم که با تون صحبت کنم.
درود بر شما مادر همدم، خیلی ممنونیم از تماستون و صحبتاتون. درود بر شما مادر، ما استفاده کردیم، ما خیلی خوشحال شدیم، هم صدای شما رو شنیدیم، هم حرفای بسیار خوبی که زدید در مورد این مهره جنایتکار حاکمیت آخوندی که مرده و اون چی که کرده و اون چی که باید پاسخگوش باشه گفتید، و به خصوص از این حمایتتون و پیامتون و همه دوستان و یاران مقاومت برای این که در همیاری شرکت کنند و سیمای آزادی رو کمک بکنن، حتما که بسیار مؤثره و بهترین کمک شما بود در این شب. درود بر شما، التماس دعا و ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. بله، خب اگر اجازه بدید بپردازیم به سوالات. بله. بهروز از نروژ خواسته بودن توضیح بدیم در مورد تأثیر مرگ رفسنجانی در رابطه با تضادهای درون رژیم. بله. موضوع انتخابات و همینطور. بله. روحانی. بله. ببینید، من عرض کردم در همون نکته اولی که خودتون مطرح کردین که خب جایگاه رفسنجانی و تأثیر و پیامد رفتنش رو از یک طرف میشه از ریشش توی این رژیم و سابقهش و همونچون که اونایی که صحبت کردیم از دوره خمینی و بعد خود دوره خامنه ای نتیجه گیری کرد، ولی همونجا من گفتم که به خصوص در شرایط فعلی، در شرایط فعلی که رفسنجانی در مرکز دعوای درونی رژیم قرار داشت، یعنی این دوتا عنصر عجین شده بود در رفسنجانی، از یک طرف رئیس تشخیص مصلحت نظام، نهاد و ارگانی که میبایست داوری کنه و قضاوت کنه بین شورای نگهبان و مجلس و قوه مجریه و خلاصه تشخیص مصلحت بده که برای نظام چی خوبه که اون بشه قانون و همون بازیایی که راه انداختن، و به هر حال نقش خودش به عنوان مثلا همون لنگر. از طرف دیگه یک وزنه بسیار جدی در اون کمپ مقابل خامنه ای بود که اون کمپ هم در پیشرفت تضادهای درونی رژیم الان سردمداری نداره و نداشت جز خامنه ای و یک مش اجزاء پراکنده که الان اینا برای همین انتخابات یک تشکلی درست کردن بعد از ترامپ، البته که دیدن اوضاع خیلی قمر در عقرب هست، یه تشکلی درست کردن که به قول خودشون بنیادگرایان یا اصولگرایان این دستگاه رو، که البته همشون در بنیادگرایی به درخوانده داعش هستن، حتی اصلاح طلباش، اینا رو جمع کنن تو یک به اصطلاح تشکلی برای نمایش انتخابات. اون یکی اردو هم در هم ریختگی و آشفتگی های خاص خودشو داره، البته خب اونا به هر حال روحانی چون در کرسی ریاست نشسته، ولی پدرخونده اونها و صاحب عله اونها هم کی بود؟ رفسنجانی بود. الان این لنگر، این پدرخونده، این هر اسمی روش بذاریم، عالی جناب سرخپوش، سیاه‌پوش، این از صحنه رفته. زمینه‌های بحران سر جاشه، چون بحرانی که در داخل رژیمه ابتلا به ساکن که تولید نمیشه، هر بحرانی در داخل این رژیم هست سرریز میشه از بحران و تضادی که در جامعه هست با این رژیم، یا از بحرانی که این رژیم داره با جامعه بین المللی، با دولت آمریکا، با عربستان، با منطقه، با انقلابیون سوریه، با ترکیه، با هر جا بگیم، از درون و بیرون فشارها و تنشها و چیزهایی به داخل رژیم میریزه، در درون رژیم سرریز میشه و سرباز میکنه به صورت بحران، و مهمتر از همه اون چیزی که از پایین جامعه توی رژیم سرریز میکنه، از فشارهای اجتماعی، از اعتراضات اجتماعی. الان یکی از هموطنان میگفتن که دو رقمی شده تعداد اعتراضات علارغم خفقان مطلقی که حاکمه، علارغم موج اعدام هایی که هست، همچنان این اعتراضات به اصطلاح کارت رسیده به استخوان مردم از شدت فشار که دیگه بحث مفصلی. خب این بحران ها هست، این بحران ها الان سرریز کرده در داخل رژیم، حتی در بین دو تا رئیس قوه که بالاترین حلقه به اصطلاح رأس این دستگاه هستن و هر روز با هم نشست دارن،
و هر روز باید با هم هماهنگ کنن که این دستگاه به صورت دعوای روزمره شده اون تلویزیونی یه پشت پردش بر سر دزدی‌های میلیاردی دعوا میکنه. در این شرایط این وزنه رفته. اگر زمینه ای بود برای حل بحران که یک راه حلی بود که رفسنجانی مانعش بود، خب میشه گفت که خب حالا رفسنجانی رفته بحران از این طریق حل میشه. از اون جایی که برون رفتی برای این بحران ها متصور نبوده و نیست الان، فقدان یک لنگر و یه وزنه ای که چشمش به مصلحت کل نظام بازه هیچ نتیجه ای به طور منطقی نمیتونه داشته باشه جز آشفتگی و عدم تعادل بسیار بیشتر، جز این که کنترل این بحران، جز این که مدیریت این بحران از کنترل خارج بشه. چون برای که رفسنجانی اصلا نقشش این بوده که این بحران رو مدیریت کنه، هم از این طرف هم از اون طرف. الان این محور رفته، مدیریت این بحران از کنترل دستگاه، از کنترل شخص خامنه‌ای به نسبت زمانی که رفسنجانی بوده خارج میشه و تضعیف میشه. در نتیجه این تشتت بیشتر میشه. نقش به اصطلاح همگرایی به هر میزان که بتونه، که البته خب با وجود رفسنجانی هم بحران همجوری داشت، آخرین مصاحبه های خود این رفسنجانی آکنده است از بحران. خانواده این رفسنجانی خودشون هر کدوم یک نقطه‌ای بودن در بحران رژیم. هر کسی که این رو میتونست که یه مقداری به اصطلاح جمع و جور بکنه و به نفع مصالح نظام مهار بکنه یا مثلا هنجاری بهش بده، اون محور از بین رفته. بنابراین شکی نیست که فقدان رفسنجانی بحران رو هم در درون اون باند به اصطلاح باند مغلوب، باند به اصطلاح تدبیر و امید، چون اصلا اون مدبر اصلی رفت اونجا تشدید میکنه، چون ریزش هایی هست اونجا. شکی نیست که بحران رو در این طرف هم تشدید میکنه در دستگاه خامنه ای. شک نیست که تعادل خود خامنه ای رو برهم میزنه. دیگه مشورت های رفسنجانی رو نداره، دیگه نصیحت هاشو نداره، دیگه رفسنجانی رو زیر دست خودش در شورای مصلحت خودش نداره و همین میزان اون تلسم آسیب دیده بیشتر آسیب میبینه. بنابراین در یک کلام خلاصه کنم، فقدان رفسنجانی بحران درونی رژیم رو به میزان جدی از مدیریت و کنترل به اصطلاح مصلحت جویانه در رژیم خارج خواهد کرد و درست به همین دلیل به زیان خامنه ای هم هست، به زیان اونی که باندم هست. برای انتخابات که در آینده رژیم در پیش داره، یکی از سوالاتشون هم این بوده در مورد خود این انتخابات، به خصوص بعد از ترامپ، اگه بشه یک حرفی زد، یک بی چشمندازی حاکم شده. ببینید تا قبل از ترامپ، و حالا من اضافه میکنم تا قبل از مرگ رفسنجانی، ترامپ در بیرون، رفسنجانی در درون، تقریبا مجموعه مصالح این دستگاه ایجاب میکرد که مثلا دور دوم روحانی رو طرفین بپذیرن. در اون اردوی به اصطلاح باند همین رفسنجانی و روحانی و این قسمت این فراکسیون و امید به قول خودشون، تقریبا اتفاق بیشتر به این سمت بود که خود روحانی رو حفظش کنن. در اون یکی اردو هم خیلی از این باند خامنه ای کسانی بودن که میگفتن ما لازم نیست اصلا کاندید بدیم، خود اصلا این روحانی چیز بوده به قول خودشون، بنیادگرا و اصولگرای خودشون بوده و اصلا این از روحانیت مبارز بوده. راست هم میگن، چون این خودشو قاطی کرده با این یکی باند. اونام به این الان این کاملا از دست در رفته. این یکی دنبال اینه که یک کاندید بده که این نباشه، تهدید به رد صلاحیت میکنه. اون طرف هم اعتراضات زیادی بلند شده که این به هیچ یک از وعده‌هاش عمل نکرد، ما رو برد لب چشمه تشنه برگردون، میگفت حس رو چیز میکنم که نکرد. بعد از 4 سال اون چیز مسخره حقوق شهروندی رو که البته همش قانون ولایت فقیه، اومد دوباره
روزخونی و گفتار درمانی برامون کرد، بنابراین ما باید بریم یه کاندید دیگه پیدا کنیم. یکی دنبال علی مطهری هستن، یکی دنبال هر کسی، یاره یه چیزایی اینجوری هم میگن. بنابراین یک تشتت و فقدان مسیر روشن در هر دو طرف هست و همین تشدید شده. یعنی انتخابات رو در یک کلام الان اینجوری میشه دید. حالا ببینیم که مثلا در گام‌های بعدی که این خامنه‌ای بخواد برداره در فقدان رفسنجانی چه میکنه باید نگاه کرد، ولی راه به ناکجا آباد داره. بله، فکر میکنم به این ترتیب پاسخ سوالی که بهروز از سوئد مطرح کرده بودن هم به این ترتیب داده شد. بله بله، ببینید فقط من بهروز یه نکته نوشتن در مورد اشاره کرده بود، بگی که به جنبش های اجتماعی بهروز از بله سوئد. بله بله، یکی شکست رژیم در سوریه، گفتو تأثیر اینها چی میشه؟ تا اونجایی که به جنبش های اجتماعی برمیگرده باید گفتش که ببینید جنبش های اجتماعی که الان در ایران هست، واقعیت اینه که در یک شرایط خفقان مطلق داره صورت میگیره. خفقان مطلق هم شاخصش اعدام هاست، نه چیز دیگری. چون من شنیدم یک دوستی میگفتش که خب پس چطور شده که مثلا در داخل زندان فلان فرد مثلا میاد چنین بیانیه تندی میده. گفتم این شهامت اون زندانی مقاومه، این اون پیام مقاومت به هر قیمت اشرفی که رفته تو زندان، به قیمتش هم علی صارمی ها و اونایی که زیر این شکنجه ها اعدام شدن دادن. این اسمش فضاباز شدن توسط رژیم نیست. تا اونجا که به رژیم برمیگرده تا سرحد مرگ شکنجه میکنه و اعدام میکنه، اعدام در میکنه. ملأ عام شاخص اعدام هاست. روحانی اومده با لیبل حقوق شهروندی شمار اعدام ها از دوره احمدی نژاد بیشتره. این شاخص. اگر روزی هم این رژیم بخواد گامی به عقب برداره، بخواد گامی در اعدام به عقب برداره، برنمی داره. یعنی اختناق. پس اختناق تشدید شده. در اختناق مطلق هست که به قول این رفیق عزیزمون تظاهرات و اعتراضات داره. یعنی چی؟ یعنی کارت به استخون مردم رسیده. بنابراین مصلحت اندیشی مثل رفسنجانی رو که از دست میده، این اعتراضات به این شکل تعرض به رژیم، اینا اسمش تظاهرات آزاد که نیست، اینا تعرضاته. اون صحنه‌هایی که ما میبینیم مثلا همین بساط دست فروشایی که میان جمع میکنن و بعد مردم مقاومت میکنن، بعد اون خانم به اصطلاح دست فروش که میزنه تو گوش اون پاسداری که بهش حمله کرده، اینا صحنه‌های تعرضه. خب اینا بیشتر خواهد شد چون از اون ور لنگر دستگاه شلتر شده. در مورد سوریه هم همین جوریه. ببینید رژیم در سوریه بی دنده و ترمز وارد یک مسیری شد که الان عوارضش رو سرش بار شده. حتی گزارش ها، بعضی گزارش ها روزنامه های عربی نوشته بودن که در این حومه دمشق این حزب اللهی ها یا حزب الشیطانی های سرسپرده خامنه ای در آستانه زد و خورد حتی نظامی با نیروهایی که یا ناظرانی که برای آتش بس یا برای کنترل صحنه روس فرستاده قرار دارن. یعنی کارش با روسیه که میگفت روسیه رو دعوت کرد برای چی، به اینجا داره میکشه، به خاطر اینکه واقعا اخلال دارن میکنن اینو در اونجا. روسیه که اینو نمیخواد، روسیه البته متحده بشار اسده، ولی یک چیزایی رو نمیخواد که رژیم آخوندی میخواد، چون رژیم آخوند ادامه بحران رو میخواد. در عراق هم همین بود. رژیم آخوندی هیچ وقت خواهان پایان اشغال نبود، خواهان ادامه اشغال و بحران بود، برای که سیبل داشته باشه برای عملیات انفجاری در عراق. و با هر انفجاری در عراق رسما میگفت طول عمرش طولانی تر میشه. خب اینها الان، این وقتی که این شکست بارز میشه علائمش در داخل رژیم، طبعا اون محور ولایت خامنه ای رو میلرزونه و فقدان تکیگاهی مثل رفسنجانی این لرزش رو به لبه پرتگاه میتونه بکشونه. چون رفسنجانی یک هنری که داشت این که رژیم رو به قول خودش از بحران یا از پرتگاه با تردستی های عبور بده، البته با تردستی های جنایتکارانه، منتها الان به هر حال با هر تردستی بود الان دیگر خودش عبور کرده. خودش عبور کرده. بله آقای تویدی،
دوستمون کامبیز از آلمان هم پرسیده بودن، خواسته بودن که در مورد اقتصاد بله. در آینده و وضعیت اشتغال بله بله وزیدی. ببینید اگر به اصطلاح برگردیم به برنامه‌ای که چون الان داریم به سی دی هم نزدیک میشیم و برنامه‌های سیما هم الان بعضا من دیدم که از الان سلسله برنامه‌هایی در این زمینه داره، به برنامه‌ای که در اون مقطع کاندیداتوری مسعود برای ریاست جمهوری برنامه‌ای که اعلام شده بود و دیگه الان هم در برنامه‌های مقاومت هست، ببینید یک تفاوت، یک مرز بسیار واضح و روشنی که جدای از بحث‌های ایدئولوژیک و آرمانی مربوط به جامعه بی طبقه توحیدی یا به اصطلاح اون آرمان‌های خاص مجاهدین، از نظر برنامه عمل اقتصادی یک مرز بسیار متفاوتی که بین این رژیم و به اصطلاح مجاهدین و مقاومت ایران بعداً در شورای ملی مقاومت هست، اینه که اقتصادی که این رژیم و آخوندها به اشکال مختلف هم اینو تئوریزه کردن در درون رژیم، همون موقعی که هنوز در دوران سیاسی هم اینو تئوریزه میکردن، اقتصاد بیدنده و ترمزی که اینها علیه طبقات محروم جامعه حتی تحت عنوان توسعه اقتصادی و یک لیبرالیزم اقتصادی اینها دارن که کاری به کار به اصطلاح رشد به اصطلاح منظم صنعت کشاورزی و تولید داخلی که هزینه باید براش داد، هزینه های عام باید براش داد، از صندوق ذخیره ملی باید براش هزینه کرد تا یک سری توسعه‌ای به این شکل راه به اصطلاح رشد، حالا تو ترم راه رشد سوسیالیستی یا راه رشد اجتماعی گرایانه رو پیش برد، خب اینها چیز به اصطلاح جزئیات اقتصادی و فنیش تو برنامه‌های مقاومت هست، به خاطر اینکه این تضاد حل بشه، نه بعد از اینکه اقتصاد به اصطلاح چند دهه برنامه‌ریزی شده به بار بشینه، از همین امروز، از همین فردا، از همین یک سال و شش ماه دیگه چرخ‌های توزیع ثروت و توزیع به اصطلاح مایحتاج اولیه جوری در جامعه بچرخه که به این شکاف طبقاتی خاتمه داده بشه. الان شکاف طبقاتی تو جامعه ایران از جوامعی که به اصطلاح توش بورژوازی یا امپریالیسم حادم حاکمه بدتره، اسمش گذاشته جمهوری اسلامی و امید مستضعفان، ولی واقعیتش اینه که طبق آمار خودشون تکاثف و تمرکز ثروت در تعداد معدودی از افراد به اصطلاح وابسته به این حاکمیت انقدر فشرده و کمه، محدوده، که به اصطلاح اون وقت در بدنه جامعه کار به گورخوابی و کلیه فروشی و اینها میکشه. این تضاد رو تو برنامه ریزی اقتصادی باید حل کرد، درست میگه، درد مردم به سرعت بتونه درمان پیدا بکنه. دیگه جزئیات فنیش همچنان که شما هم اشاره کردید که مقداری بحث فنی میخواد. بله خیلی متشکرم. من قبل از اینکه سوال پایانی بپرسم تعدادی تماس پیام دیگه هم هست، پیام رو به اطلاع برسونم. فرنوش نوشتن در قیام 88 که من هم شرکت داشتم شعار میدادیم اکبر شاه مرگت فرار رسیده و حالا به آرزومون رسیدیم، انشالله نوبت خامنه‌ای و بقیه سران رژیم هم میرسه. لیلا نوشتن خیلی خنده‌دار، خامنه‌ای هم در مرگ کوسه پیام داده که نوبت خودش هم میرسه، فقط فکر کنم جنتی برای موزه نظام باقی بمونه. قاسم از اهواز، رفسنجانی کسی بود که باعث مرگ جوانهای زیادی در جنگ ضد میهنی ایران و عراق شد، در حالی که صدام یک ماه کمتر از جنگ به خمینی گفت عقب میشینه و درخواست صلح کرد، ولی همین رفسنجانی گوربه‌گوری فرمانده جنگ بود، بچه‌های زیادی رو به کشتن داد و امروز تقاص پس دادی. یک هموطن نوشه ساقی جام زهر مرد، روحانی و ظریف بی پدر شدند. ریحانه نوشه یکی از دوستای سرگردنه به درک واصل شد، کسی که همه فک و فامیلش در کانادا و تا کشورهای دیگه پول مردم ایران رو به غارت بردن. نزدیکان رفسنجانی در کانادا فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارن. مرسده نوشه که از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای که از کشیش و نویسنده و بقیه را به کشتن داد بالاخره مرد، ولی کاش میموند در دادگاه خلقی محاکمه میشد. آرش نوشته که هاشم رفسنجانی همون کسی است که دستگاه اطلاعاتیش دهه 70 روشنفکران مملکت را سلاخی کرد. و رویا نوشته که رفسنجانی از عاملان انفجار در آرژانتین بود که به درک واصل شد. خب
تعداد زیادی آیه تویدی سوال من در نظر گرفته بودم که می‌خواستیم در مورد موقعیت رژیم و همینطور موقعیت مقاومت صحبت بکنیم. متاسفانه وقتمون رو به پایان است. فکر می‌کنم در مورد موقعیت رژیم با مرگ رفسنجانی توضیحاتی که شما دادید این خلاصه نقیصه و این حفره رو به اصطلاح پر می‌کنه. من از بقیه سوالا صرف نظر می‌کنم، فقط می‌خوام با توجه به وضعیت و شرایطی که الان درش قرار داریم، چه رژیم چه مقاومت و چه مردم ایران و الان هم همیاری رو ما در پیش داریم، پیام این شرایط در این رابطه به نظرتون چیه در ارتباط با این همیاری برای هموطنانمون؟ ببینید اگر بخوایم خیلی فشرده بگیم این موقعیت رو، من توی برنامه دیگه هم اشاره کردم، یک کلمه الان خب هست میتونه حلقه تفهیم و تفاهم باشه با شنوندگان، اون کلمه عبارت از تغییر دوران. ما این همیاری رو در یه شرایطی برگزار میکنیم که دورانی عوض شده، دوران تغییر کرده. این کلمه بسیار آشناست و بسیار میتونه گویا باشه، ولی خب کلیه، از طرفی آشناست و گویاست به خاطری که همه در مشاهده با مجموعه اوضاع احوالی که در داخل کشور هست، در جنبش مقاومت هست، در مجاهدین هست، در رابطه با مجاهدان اشرفی هست، در رابطه با سطح بین‌المللی هست، در رابطه با سوریه هست، هر کی به صحنه نگاه کنه، یعنی نگاه فقط سطحی به اصطلاح خبری، میبینه که یه چیزایی در حال تغییره، از آمریکا تا اروپا تا خاورمیانه، سوریه، عراق، ترکیه، روسیه و تا کشور خودمون که آخرین تغییر و تحول هم همین امروز اتفاق افتاد. خب این پس یک دورانی عوض شده. در نگاه ساده اولیه خب این تغییر دوران دو تا ممکنه برداشت به اصطلاح نارسا ازش بشه، دو تا اشکال چی میتونه باشه؟ یکی اینکه این عطف به شرایط خارجی مثلا ارزیابی بشه. فرض کنیم آقا تغییر دوران مال اینه که ترامپ اومده مثلا تو آمریکا، چون واقعی بسیار مهمیه برای خود آمریکا، یک تحولی است، یک دورانی است، بله برای دنیا ممکنه تأثیری داشته باشه، خب این یه واقعی مهمه. یکی اینکه این یه چیز پاسیوه، بیرون از ما یه اتفاقاتی افتاده، مثلا رفسنجانی در داخل مرده، تو رژیم دعواست، مثلا یا سوریه واقعی حلب اتفاق افتاده، مثلا اینها. این ما که از تغییر دوران صحبت میکنیم نباید اینجوری نگاه کنیم، یعنی لااقل از بینشی که من احساس میکنم در رابطه با جنبش ما و کشور ما و مقاومت ما هست اینطوری نیست. تغییر دوران یعنی تغییر دوران در رویارویی جنبش مقاومت با رژیم آخوندی، یعنی یک این عطف به وضعیت رژیمه، عطف به تعادل بین رژیم و مجاهدینه و مقاومت ایران و عطف به کار و تلاش خود ماست، یعنی پاسیو نیست. اینا توشه، اینا توشه، این بهش مجموعه میشه تغییر دوران. به قول شما راجع به رژیم صحبت کردیم که در چه وضعیتیه. ببینید یکی از علائم و یکی از فاکتورهای تغییر این دوران عبارت است از انتقال مجاهدان اشرفی با آلبانی و کشورهای اروپایی که در شهریور امسال به پایان رسید و اتفاق افتاد. این یک جا به جایی فیزیکی تعدادی افراد یا نیروی رزمنده مجاهد با هر ارزشی هم که شما بگید درست فقط نیست. این برایند و خاتمه یک جنگ 14 سال است، یک جنگ همه جانبه 14 ساله، با خونهاش، با مبارزه دیپلماتیکش، با خونسا کردن توطئه‌هاش، با سنگرهاش، با تدابیر نظامیش، با محاصره‌هاش، با محاصره‌هاش،
با شهداش و با امور هوشیارانه انقلابی مبارزاتی در سخت‌ترین پیچ‌های سیاسی امنیتی نظامی. یعنی ببینید این عبارت است از یک، وقتی میگیم این رژیم نتونست مانع این پیروزی بشه برای مقاومت، نتونست به اهدافش برای نابودی این مقاومت که هدفش بوده از خب حالا این یک مقطع 14 ساله شما دوباره در نظر بگیرید، برای رژیم مسئله مجاهدین یعنی یک مسئله استراتژیک، یعنی یک مسئله بود و نبود. ما وقتی میگیم خمینی حکم قتل عام زندانیان سیاسی رو داد، نباید موضوع رو در حد یک خصلت بهیمی و وحشی حیوانی مثلا یک دایناسور قرون وسطایی بریم خلاصه بکنیم. نه، این یک رژیمی است. ببینید الان در حکم عزل منتظری، همین دیروز یک پاسداری اینو میخوند، سعید قاسمی. آره، چرا منتظری عزل شده؟ میگه برای اینکه آقا تو ظرف دو ماه، حالا اینجا نمیدونم دو ماه گفته بود ولی یکی دیگه شون گفته بود دو ماه، گفته بود آقا شما بعد از من این کشور رو میدی دست لیبرال ها، از طریق لیبرال ها میدی دست مجاهدین، به این دلیل باید عزل بشی. درست به همین دلیل 30,000 نفر زندانی سیاسی باید اعدام بشن. چرا؟ برای که نظام، برای که نظام خمینی سرنگون نشه. فلسفه اینه، این فلسفه ادامه داشته، این فلسفه در موشک زدن به لیبرتی هم ادامه داشته، چون هیچ منطقی توجیه نمیکرد غیر از این فلسفه. و خمینی اینو میدونست. در 6-7 مرداد هم وجود داشته، در محاصره هم وجود داشته، در بلنگوها هم وجود داشته، در لیست گذاری مجاهدین هم با هر هزینه ای، هم در آمریکا هم در اتحادیه اروپا وجود داشته. اینا همش فلسفش و هدفش حفظ نظام بوده، یعنی این سیاست قتل عام، سیاست نابودسازی، سیاست رژیم آخونده بوده. در مقابلش هم کارزار مجاهدین بوده، در برابرش، نه پاسیویته مجاهدین، کارزار و جنگ مجاهدین. در چنین کارزاری، حالا در این مقطع 14 ساله رژیم شکست خورده و مقاومت و مجاهدین پیروز شدن. این پیروزی اتفاق افتاده، درست مثل این که در این حرف خاتمی، خاتمی که به اصطلاح اون موقع عربده های اصلاح طلبیش هم گوشا رو کند کند. من خودم یادمه در روزی که جنرال اودیرنو مذاکره میکرد در اشرف با مجاهدین و بعد به جمع‌آوری سلاح و نفرات منجر شد، این در مذاکره با همین حزب الله که الان در سوریه داره خط خامنه‌ای رو پیش میبره، آخوند خاتمی، محمد خاتمی در لبنان مصاحبه کرد، گفت آقا آمریکا چرا این کارو کرد؟ ما انتظار حمله داشتیم. و بعد اون محسن آرمین که نایب رئیس مجلس بود، الان معلوم نیست کدوم گوشه انداختتش خامنه‌ای، گفتش که ما فرصت جنگ عراق رو از دست دادیم و مجاهدین نابود نشدن. ببینید این تلاش برای نابودی ادامه داشته، موشکباران لیبرتی، یعنی در این کارزار رژیم شکست خورده. پس این یک تحوله، پس این یک ضربه است، به نظر من یکی از بزرگترین ضربه ها به رژیمه. این هم بخشی از تغییر دورانه. خب این در خلاصه کنم، در کارزار بین مقاومت و رژیم دورانی عوض شده. در این تغییر دوران تعادل به زیان رژیم تغییر کرده. معنی این تغییر تعادل این نیست که یک جاده آسفالتی به سمت سرنگونی باز شده، هرگز اینجوری نیست، تا به حالش هم اینجوری نبوده، اون شکست هم اینجوری نبوده که همینطوری اتفاق بیفته. شما میدونید، حداقل هموطنانمون در خارج کشور میدونن که این لیست چه جوری کمرش شکست، چقدر اعتصاب و تظاهرات 1000 تاش فقط در آمریکا بود. خب در چنین کارزاری به این نقطه رسیدیم، این همیاری در چنین شرایطی برگزار میشه. وقوع چنین تحولی یعنی چند برابر شدن همه کارها، من جمله کار تلویزیون مستقلی که باید با بیدارخوابی، با تلاش، با هزینه، با اونجا که به انرژی انسانیش برمیگرده و هزینه های کلان فنی و به اصطلاح مادی که داره، خب کارشو پیش ببره
این همیاری همچنان که هموطنانمون میگفتن در پیام‌هاشون که باید چند برابر باشه، بیشتر از همیشه باشه، این یک شعار نیست بلکه یک نیازه، یک ضرورته. و کارزار همیاری هم کمک رسانیه، هم بخشی از این تحوله. در هر تماسی، در هر کلامی، مستقل از میزان و قیمت حمایت، تحولی صورت میگیره، پیامی رد و بدل میشه، قلبی به قلبی وصل میشه و ارادهی برای کارزار رهایی مردم ایران صیقل میخوره. یعنی خود این کارزار همیاری بخشی از ماجراست، بخشی از راه حله. بنابراین انشاءالله و امیدوارم و حتما دیدیم در تماسهای از دل برخواسته هموطنانمون که همه با هم به اتفاق بتونیم در پیشبرد این کارزار اون چیزی که وظیفمون هست و اون چیزی که تعهد و مسئولیت ماست به دلیل شرایط فعلی، شرایطی که با خون شهدا ساخته شده قبل از هر چیز، ما هم ادای دین بکنیم. بله، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای تویدی به خاطر شرکتتون در این برنامه. متأسفانه وقت برنامه به پایان رسیده و مجبوریم از حضور هموطنانمون مرخص بشیم. فقط یادآوری بکنم دوستان، همچنان که در ابتدای برنامه هم گفتم، 21مین همیاری با سیمای آزادی از روز جمعه، همین جمعه که در پیش داریم، از ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت اروپا، 18 به وقت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و 9:30 صبح به وقت واشنگتن شروع میشه و از روز جمعه به مدت 3 روز در خدمت شما خواهیم بود با 21مین برنامه همیاری با سیمای آزادی. وعده دیدار ما در گلریزان همیاری با سیمای آزادی. به اتفاق آقای تویدی، مهمان محترم برنامه، از شما خداحافظی میکنیم تا برنامه همیاری که همچنان گفتم تا روز جمعه خدمت شما ارائه خواهد شد. حتما که صدای تک تک شما دوستان، یاران و حامیان سیمای آزادی و مقاومت ایران رو خواهیم شنید با سخنان پرشورتون در این گلریزان همیاری. متشکرم از شما، خدا نگهدارتون. حسن باشید.